کتاب استادی رابرت گرین به سفارش مخاطبان سلفی کست. به نام خدا، سلام. بزرگترین مانع در مسیر استادی ضعف ما در تشخیص پنهانکاری و فریبکاری دیگرانه. این ضعف از اونجایی میاد که ما ساده لوحانه دیگران رو اونطور که خودمون دوست داریم میبینیم، نه اونطوری که واقعا هستن. هوش اجتماعی به ما در برطرف کردن این ضعف کمک میکنه. بنجامین فرانکلین زمانی که در چاپخونه برادرش کار میکرد، هم به امور چاپخونه مسلط شده بود، هم در ویرایش کتابها. با آشنایی با سبکهای مختلف نویسندگان و تمرین، مهارت نویسندگیش خوب شده بود. برادرش تصمیم گرفته بود یه روزنامه چاپ کنه. بنجامین ذوق‌زده شده بود و ایده‌های زیادی به برادرش داد و گفت برای نوشتن مطلب در روزنامه‌اش آماده است. برادرش مخالفت کرد و بهش گفت هنوز مهارت لازم برای این کار رو نداره. بنجامین فکری به سرش زد. اون مقاله‌ای از طرف یک بیوه‌زن خیالی به اسم سایلنس دوگود برای دفتر روزنامه فرستاد. برادرش مقاله رو خوند و موافقت کرد تا چاپ بشه. یه یادداشتم برای اون خانم فرستاد که به فرستادن مقاله ادامه بده. کار خوب پیش می‌رفت تا اینکه بنجامین به برادرش گفت مقاله ها کار خودشه. فکر می‌کرد برادرش خوشحال میشه، اما از اون به بعد رفتار سردی رو با بنجامین داشت. بنجامین با این وضع ترجیح داد دیگه توی چاپخونه کار نکنه و کلاً یه شهر دیگه‌ای بره. رفت فیلادلفیا. اونجا در چاپخونه‌ای مشغول به کار شد که متعلق به ساموئل کیمر بود. به سرعت در شهر پخش شد که بنجامین در مهارت‌های ادبی و نوشتاری بسیار زبده و کاردانه. ویلیام کیس، فرمانده فیلادلفیا، وقتی فهمید بنجامین با استعداده، با اون ملاقاتی گذاشت و بهش گفت میتونه چاپخونه شخصی خودش رو راه اندازی کنه. بنجامین خوشحال شد و برای قدم اول این کار باید به لندن میرفت تا ماشین‌آلات رو خریداری کنه. به فرماندار گفت هزینه‌هاش چطور پرداخت میشن. فرماندار گفت برو لندن و نگران نباش، همونجا میتونی برگه وام رو دریافت کنی. بنجامین با خیال راحت رفت لندن. اونجا بود که فهمید فرمانده وعده الکی بهش داده. به فکر فرو رفت. چرا حرفای فرماندار رو باور کرده بود؟ چرا انقدر ساده بود؟ لندن پر از چاپخونه بود و بنجامین سری کار گیرش اومد. سعی کرد توی کار کردن غرق بشه تا مشکلاتش رو فراموش کنه. در محیط کار با همکاراش یه مشکلی داشت. اونا آبجو می‌خوردن و باید پولش رو با همدیگه پرداخت می‌کردن. بنجامین عصبانی شد و قبول نکرد پول بده چون آبجو نمی‌خورد. به همکارانش مشکلش رو گفت. اونا هم خیلی راحت پذیرفتن. اما بعد از اون یه سری مشکلات مثل اشتباه تایپی تو کارهایی که بر عهده بنجامین بود پیش میومد. اون فهمید از کجا آب میخوره، بنابراین سهم پول آبجوش رو پرداخت کرد. چندین ماجرای مشابه این بازم براش پیش اومد. دیگه نگران شد. چرا انقدر ساده بود؟ تصمیم گرفت این مشکل رو حل کنه. نشست فکر کرد با خودش. وقتی میخواست برادرش رو با گفتن اینکه مقاله ها کار خودش بوده خوشحال کنه، برادرش ناراحت شد. وقتی فرمانده فیلادلفیا بهش قولی رو داد، خوشحال شد و سریع باور کرد. وقتی همکارانش پذیرفتن که اون سهم پول آبجو رو پرداخت نکنه، باز هم سریع باور کرد. این یه الگوی تکرار شونده بود. برای اینکه بتونه این الگو رو بشکنه، تصمیم گرفت از این به بعد در برقرار کردن ارتباط با دیگران سعی کنه تحت تأثیر هیجاناتش نباشه. بعد از یه سال و نیم پول کافی برای برگشتن به فیلادلفیا رو داشت. وقتی برگشت، کیمر، کارفرمای سابقش، در کمال تعجب پیشنهاد خوبی بهش داد. سرپرستی نیروها و آموزش به اونها با حقوق بسیار عالی. بنجامین موافقت کرد، اما با توجه به شناختی که از کیمر داشت، فهمید یه جای کار میلنگه. بنابراین طبق قولی که به خودش داده بود، سعی کرد هیجاناتش رو کنار بگذاره و عاقلانه سعی کنه بفهمه چه خبره. بنجامین اگه به نیروها آموزش میداد، بعد از یه مدتی حضورش در چاپخونه دیگه لزومی نداشت. از طرفی رفتار کیمر بیش از حد صمیمی بود. و یه زمانی بنجامین چاپخونه کیمر رو رها کرده بود و رفته بود لندن. حدس زد کیمر میخواد انتقام بگیره و بعد از آموزش نیروها بنجامین رو از چاپخونه اخراج کنه. به خاطر همین تصمیم گرفت بازی رو به نفع خودش جلو ببره. اون به کارمندا آموزش میداد، اما به یکیشون بیشتر، و زمانهایی که کیمر نبود، روشهای جدیدی که در لندن یاد گرفته بود رو امتحان میکرد. درست قبل از اینکه زمان اخراجش فرا برسه، با اون کارمندی که بیشتر بهش آموزش داده بود، رفت تا چاپخونه خودش رو راه اندازی کنه. اون یه دستیار آموزش دیده داشت به علاوه روشهای جدید امتحان شده و کاملا آماده بود تا به موفقیت برسه.
همینطور هم شد و رشد فوق‌العاده‌ای داشت. این داستان به ما اهمیت هوش اجتماعی رو نشون میده. ما به عنوان موجودات اجتماعی باید بتونیم در مواجهه با دیگران احساساتمون رو کنترل کنیم. سعی کنیم اونها رو بشناسیم و بهترین و عقلانی ترین رفتار ممکن رو بروز بدیم. و یه نکته مهم که آقای گرین تاکید داره روش اینه که سعی نکنید کسی رو تغییر بدید یا به خاطر اون کسی که هست ازش متنفر بشید. دوستان لطفاً خاطراتتون رو مرور کنید و اونجاهایی که ساده لوحی کردید رو بررسی کنید و ببینید چطور میتونید بر این ویژگی ها غلبه کنید. یه نکته مهمی که میتونید ازش استفاده کنید برای شناخت دیگران اینه که به جای تمرکز روی خودتون روی دیگران تمرکز کنید. این کار میتونه تا حد زیادی از ساده بودن شما جلوگیری کنه و باعث میشه از نگاه دیگران به مسائل بپردازید. شاید این سوال براتون پیش بیاد که چه چیزهایی در دیگران میتونه به ساده لوح بودن ما دامن بزنه و ما باید حواسمون بهشون باشه. 7 ویژگی منفی هست که خیلی باید حواستون جمع این ویژگی ها باشه. نه تنها در دیگران بلکه در خودتون هم باید مواظب این موارد باشید. حسادت، دنبال روی، خودمحوری، راحت طلبی، دمدمی بودن، پرخاشگری منفعل و ذهنیت انعطاف ناپذیر. در مورد حسادت باید بگم این که ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم در ذات ماست. پول تو، ظاهر تو، هوش تو، پول من، ظاهر من، هوش من. اگه یه ذره تو از من بهتر باشی، ممکنه من یه ذره بهت حسادت کنم. بعد حس بدی که بهم دست میده رو میخوام از بین ببرم. میگم تو شانس داشتی، پارتی داشتی. اینو هممون تجربه کردیم. حالا چطور میتونیم یه آدم حسود رو تشخیص بدیم؟ اون که نمیاد بگه من بهت حسادت میکنم. یه نشونه هایی داره. مثلا کسی که با شما زیاد آشنایی نداره و شروع میکنه تعریف و تمجید از شما، این آدم به احتمال خیلی زیاد حسوده و شما باید حواستون باشه جلوی این آدم ها از استعدادها یا ویژگی های درخشانتون صحبت نکنید. سعی کنید به نقاط ضعفتون هم اشاره کنید که حسادت اونها برانگیخته نشه. اگه قرار از موفقیتاتون بگین، سعی کنید بعضیاشو به شانس هم ربط بدید. اینطوری بیشتر از حسادت در امان میمونید. مورد دوم، دنبال روی. در مسیر استادی زمانی که شما دارید شاگردی میکنید ممکنه وارد گروهی بشید، یه گروه کاری. اونجا شما باید حواستون باشه که اگر مخالفتی دارید یا نگاه متفاوتی دارید خیلی واضح اعلام نکنید. در واقع شما با مصلحت اندیشی در مورد بعضی از مسائل هماهنگ با گروه عمل کنید. نیازی نیست همه ای ارزش‌های گروه رو کورکورانه بپذیرید. فقط تا موقعی که به استادی رسیدید اختلافات رو مخفی نگه دارید. بعد از استادی خیلی راحت میتونید از ارزش‌ها و استانداردهای منحصر به فرد خودتون صحبت کنید. مورد سوم، ذهنیت انعطاف ناپذیر. بعضیا از تغییر بدشون میاد. از اینکه یکی بهشون بگه باورهای قدیمی شما غلط هستن بدشون میاد. در مواجهه با چنین آدمایی سعی کنید انعطاف ناپذیریشون رو بپذیرید. اما خودتون ذهن گشوده ای داشته باشید و هر جا لازمه عقیدتون رو تغییر بدید تا به حقیقت برسید. من این افراد رو توی همه اقشار جامعه دیدم، از مذهبی ها گرفته تا ساینتیست ها و آتئیست ها، که ادعای گشودگی ذهن دارن اما اگر اشتباهی داشته باشن نمیپذیرن و کلن با نقد میونه خوبی ندارن. مورد بعدی خودمحوریه. افرادی که خودمحوری بالایی دارن و سهم انگیزه های شخصی در کارهاشون پررنگ تره بیشتر از بقیه ادعای خیرخواهی و انسان دوستی دارن و کارهاشون رو معنوی و مقدس جلوه میدن. ما اگر سراغ چنین افرادی بریم و ازشون کمک بخوایم به احتمال خیلی زیاد کمکمون نمی کنن. چرا؟ چون منفعتی براشون نداریم. بنابراین اگر میخواید سراغ چنین کسایی برید و ازشون کمک بخواید و فکر میکنید آدمای خیر و معنوی هستند، حتما منفعتی براشون باید در نظر بگیرید. نمونه بارزش این افرادی هستن که یه کار خیری انجام میدن و برای اینکه ریا نشه 8 دوربین از 16 جهت مختلف ازشون فیلم برداری میکنه و شما مدیونی اگر فکر کنی اینها میخوان معروف بشن یا دوره بفروشن یا هر قصدی غیر از کار خیر دارن. مورد بعدی راحت طلبیه. همه ما دوست داریم یه کاری در ساده ترین و سریع ترین حالت ممکن ما رو به اهدافمون برسونه. اما در بعضی از افراد این ویژگی خیلی پررنگه، در حدی که ممکنه سختی کار رو روی دوش شما بندازه یا وسط کاری وارد بشه و بخواد به اندازه شما در سود سهیم باشه یا به جای کار کردن بخواد فقط حرف بزنه. بنابراین هر وقت میخواید با کسی مشارکت کنید، اول سوابق حرفه‌ایش رو بررسی بکنید، ببینید آدم خوشقولی هست، خوش اخلاق هست، آدم کاری هست، بعد باهاش مشارکت کنید.
مورد بعدی دمدمی بودنه. بعضیا رو از حرفا و احساساتشون نمیتونید بشناسید. امروز با ایده شما موافقن و خوششون میاد، فردا از ایده شما خوششون نمیاد و با شما مخالفت میکنن. بهترین برخورد با این افراد که دائما نظراتشون تغییر میکنه اینه که به اعمالشون نگاه کنید و روی کارهاشون حساب کنید. خیلی به حرفایی که میزنن و قولهایی که میدن توجه نکنید. و مورد آخر، پرخاشگری منفعله. افرادی که از مواجهه مستقیم با دیگران به هر دلیلی ترس دارن، پرخاشگر منفعلن. به تعویق انداختن کارها، دیر اومدن سر قرار و طعنه های نیشدار از نشونه های این افراده. بهترین مواجهه با این نوع آدم ها اینه که ازشون فاصله بگیرید. میتونید مقابله مثل هم بکنید که متوجه بشن اگر با شما بخوان رفتار نامناسبی داشته باشن ضربه میخورن. اما پیشنهاد من همون فاصله گرفتنه. آی گرین برای افزایش هوش اجتماعی 4 استراتژی رو معرفی میکنه که ما میتونیم با اونها نگرش خودمون رو تنظیم کنیم. استراتژی اول، از طریق کارهاتون حرف بزنید. ایگناس سملوایس و ویلیام هاروی دو پزشک برجسته بودند که سهم قابل توجهی در پیشرفت‌های علم پزشکی داشتند. سملوایس در مورد نقش ضد عفونی کردن دست پزشکان و پرسنل بیمارستان کشفیاتی داشت و هاروی در مورد گردش خون و عملکرد قلب کشفیاتی داشت. هر دو باید نظریه قبلی که در این موضوعات مطرح شده بود رو زیر سوال می‌بردند و نظریه خودشون رو مطرح می‌کردند. سملوایس در بیمارستانی که مشغول کار بود، تب زایمان باعث مرگ بسیاری از مادران هنگام زایمان میشد و تا اون زمان علت شیوع تب زایمان رو عوامل محیطی و ذرات معلق میدونستن. سملوایس این علت رو منطقی نمیدونست و بعد از مطالعه و تحقیق به این نتیجه رسید که دلیل این بیماری تماس مستقیم پزشک با بیماره. پزشکانی که کالبد شکافی می‌کردند، وارد بخش زایمان می‌شدند و حامل میکروب‌هایی بودند که باعث تب زایمان می‌شد. برای جلوگیری باید اونها قبل از ورود به بخش زایمان دستشون رو ضد عفونی می‌کردند. همین کار رو در بخشی که خودش مسئول بود انجام داد و کاهش چشمگیر تب زایمان نشون داد که درست فکر می‌کرده. اما یوهان کلاین رئیس بیمارستان آدم محافظه‌کاری بود و اعتقاد داشت پزشکان باید به چارچوب‌های پذیرفته شده علمی کار متعهد باشن و با سملوایس مخالفت میکرد و میگفت کاهش تب زایمان به خاطر سیستم تهویه جدیدیه که من نصب کردم. یه مدت بعد هم که قرارداد سملوایس تموم شد دیگه تمدیدش نکرد. سملوایس که از صحت فرضیش اطمینان داشت و از دست کلاین عصبانی بود، به جای اینکه با روش‌های علمی فرضیش رو ثابت کنه، شروع کرد به سخنرانی و خشم خودش رو در سخنرانی‌هاش اعلام کرد. در صورتی که این کارها اصلا منطقی نبود و براش پیامدهای خوبی هم نداشت. اما هاروی در موقعیت مشابه سملوایس طور دیگری رفتار کرد. اون به عملکرد قلب و آموزه‌هایی که از جالینوس در اون زمان وجود داشت شک کرد. طبق نظر جالینوس خون هم در کبد و هم در قلب تولید میشه و از طریق رگ‌ها به سایر اندام‌ها میرسه و جذب بدن میشه. هاروی نمیتونست بپذیره خون جذب میشه و اصلاً چقدر خون باید تولید بشه که این همه جذب بشه. فرضیش این بود که خون با سرعت در بدن جریان داره و توسط قلب پمپاژ میشه و توسط هیچ عضوی جذب و مصرف نمیشه. مشکلی که وجود داشت این بود که هاروی امکان صحت سنجی مستقیم نداشت. نمیتونست سینه کسی رو بشکافه و قلبش رو بررسی کنه. فقط آزمایش‌های کنترل شده میتونستن کمک کنن. مثلا با بستن رگبندهای پیشرفته روی رگ. چند تا آزمایش این مدلی انجام داد و مطمئن شد فرضیش درسته. اما میدونست این فرضیه جنجالیه، به خاطر همین اعلام نکرد. از همکارانش خواست توی آزمایشات همراهیش کنن. از طرفی چون پزشک دربار بود به صورت خصوصی این موضوع رو برای پادشاه مطرح کرد. یه بار یه پسر جوان روستایی که دندش شکسته بود حفره روی سینه‌اش ایجاد شده بود و قلبش مشخص بود. برای معالجه اومد پیش هاروی. هاروی از موقعیت استفاده کرد و مرد جوان رو به دربار آورد. به همه کسانی که اونجا بودن کارکرد قلب رو نشون داد. بعد از این ماجرا کتاب نوشت و نظریش رو اعلام کرد که مورد پذیرش جامعه پزشکی هم قرار گرفت. بنابراین اگر شما کاری انجام میدید که درسته، نیازی نیست پافشاری کنید یا جنجال به پا کنید، بلکه باید هوشمندانه عمل کنید و مثل هاروی هوش اجتماعی خودتون رو به کار بگیرید. اگر این کارو نکنید مثل سملوایس ضرر میکنید. استراتژی دوم، تصویر اجتماعی درستی از خودتون بسازید. ترسیتا فرناندز از همون بچگی احساس میکرد با بقیه فرق داره.
به خاطر همین با هیچ جمع و دسته جور نمیشد. وقتی وارد دانشگاه شد در کلاس‌های فوق برنامه مجسمه‌سازی شرکت کرد، چون به کارهای هنری علاقه داشت. اونا با گل رس کار می‌کردن. بعد از یه مدت مجسمه‌سازی دیگه برای فرناندز جالب نبود، تا اینکه یه روز دید چند تا هنرمند دارن با فلز مجسمه‌سازی میکنن. یه حس عجیبی نسبت به اونها پیدا کرد و دوباره به مجسمه‌سازی علاقه‌مند شد، منتها این بار مجسمه‌سازی با فلز. به خاطر اینکه هوای منطقه‌ای که کار میکرد بسیار گرم بود، تصمیم گرفت فقط نصف شبا کار کنه. وقتی مجسمه‌هاش رو به نمایش گذاشت، همه رو تحت تأثیر قرار داد و چون نصف شبا کار میکرد و کسی اون رو در حین کار نمیدید، گفتن که اون بی زحمت این مجسمه ها رو ساخته و فقط به خاطر استعداد عجیبی که داشته تونسته این کار رو انجام بده. این موضوع باعث شد همه درباره شخصیتش کنجکاو بشن و بیشتر دنبالش کنن. فرناندز تصمیم گرفت چیزی درباره زحماتش به مردم نگه و بذاره همینطوری راجع بهش فکر کنن. اون خیلی در دسترس مردم نبود و ممکن بود مردم تصورات بدی ازش داشته باشن. به خاطر همین تصمیم گرفت شخصیتی که میخواد رو به مردم نشون بده و اونها رو از اشتباه در بیاره. از اون به بعد بیشتر در معرض عموم مردم قرار گرفت. قاطعانه حرف میزد و ظاهر راسته ای داشت. اینها باعث شد وجهه بهتری در اجتماع پیدا کنه. ما هم اگر بخوایم در هر جمعی حضور داشته باشیم، حتما باید پرسونایی داشته باشیم. چون اگر بخوایم خود واقعیمون رو به دیگران نشون بدیم، امکان داره اونها از ما سوء استفاده بکنن. یه جاهایی نقش بازی کردن و پرسونا داشتن لازمه. استراتژی سوم، از نگاه دیگران خودتون رو ببینید. تمپل گرندین با وجود اوتیسم تونست تحصیلاتش رو در دو زمینه روانشناسی و علوم دامی به پایان برسونه. اون در برقراری ارتباط با حیوانات بسیار موفق بود، اما در ارتباط با انسانها مشکلاتی داشت که براش دردسرساز شده بودند. در کارهایی که انجام میداد، با اینکه بسیار حرفه‌ای و مسلط بود، اما به دلیل مهارت‌های ارتباطی ضعیف اغلب اخراج میشد. مثلا یه بار مزرعه‌داری استخدامش کرد تا طراحی کلی تجهیزاتش رو اصلاح کنه. کارش رو عالی انجام داد، اما ماشینالات دائما خراب می شدن. متوجه شد یکی داره خرابکاری میکنه. به خاطر همین استعفا داد و اونجا رو ترک کرد. در کارهای دیگه هم مسائلی مشابه همین براش به وجود اومد. بعد از تکرار چندین باره این ماجرا تصمیم گرفت این مشکل رو حل کنه. نشست خوب فکر کرد ببینه چه رفتاری انجام میده که باعث میشه بقیه بر علیهش کارهایی رو انجام بدن. متوجه یه سری رفتارهای تکرار شونده از جانب خودش شد. مثلا اون هیچ وقت به همکارانش نزدیک نمیشد، ازشون مشورت نمیگرفت، ازشون کمک نمیخواست، خیلی بی‌پروا انتقاداتش رو بیان میکرد. همه اینها باعث میشدن همکارانش احساس بی‌مصرف بودن کنن و باهاش دشمنی میکردن. این بار که مشغول کار شد دیگه اینطور رفتار نکرد. با بقیه ارتباط میگرفت، ازشون مشورت میخواست، ازشون کمک میگرفت و اگه قرار بود انتقاد کنه با احتیاط این کار رو میکرد. وقتی این مشکلش حل شد، توانمندی‌هاش بیشتر دیده شدن و پیشرفت چشمگیری رو تجربه کرد. با توجه به این داستان ما باید حواسمون به چند نکته باشه. اول اینکه کسی نمیاد مستقیم به ما بگه تو رفتارت درست نیست و من میخوام باهات دشمنی کنم. دوم اینکه ما هر وقت مشکلی پیش اومد، علاوه بر دیگران باید سهم خودمون رو هم توی اون مشکل مشخص کنیم. در کل برای تقویت هوش اجتماعی ما باید خودمون رو از نگاه دیگران بررسی کنیم و مشکلاتمون رو برطرف کنیم. استراتژی 4، احمق‌ها رو با خیال راحت تحمل کنید. گوته وقتی 26 سالش بود به عنوان مشاور دوک آلمان مشغول به کار شد. خودش فکر میکرد که میتونه با ایده هایی که داره در امور مختلف پیشرفت ایجاد کنه. اما وقتی رفتار درباریان رو میدید ناامید میشد. اونا بیشتر وقتشون رو به ورق بازی و جشن تیراندازی و غیبت پشت سر بقیه میگذروندن. این وضعیت برای گوته جالب نبود، اما به ناچار تحمل میکرد. میدونست که حداقل برای چند سال باید این وضعیت رو تحمل بکنه. به خاطر همین سعی کرد برای استفاده مطلوب از این وضعیت راهکاری پیدا کنه. تصمیم گرفت کمتر حرف بزنه و بیشتر به حرف بقیه گوش بده و با اینکه مخالف این مدل حرفاست، اونها رو با لبخند تایید کنه. این کار باعث شد از این حرفها الهام بگیره و در رمان‌های بعدیش استفاده کنه. با این نگاه دیگه از حرفهای اونا ناراحت نمی‌شد و به عنوان یک امر مفید بهشون نگاه می‌کرد.
ما هم باید مثل گوته باشیم و خودمون رو با دیگران وفق بدیم، نه اینکه انتظار داشته باشیم دیگران تغییر کنن یا ما بخوایم تغییرشون بدیم. دوستان، امیدوارم با مطالب این اپیزود بتونید هوش اجتماعی خودتون رو ارتقا بدید. ما انسان‌ها به عنوان موجوداتی اجتماعی برامون واجبه که هوش اجتماعیمون رو ارتقا بدیم. در مسیر استادی این نکته بسیار مهمه. تا اپیزودهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.